سلام رفقای تاپ ماجیک، من عبورم و امروز قراره براتون یه اجرای کارتی فوق‌العاده انجام بدم و بعد از اجرا می‌پردازیم به آموزش بازی فوق‌العاده. خب اینو هم باید بهتون بگم، یکی از دوستای خوبم اینجاست، هادی منتالیست و داره تصویر این ویدیو رو میگیره و در ادامه با من همراه میشه. خب هادی جان، من کارت ها رو بر زدم. اوکی. ازت میخوام که یه کارت رو به صورت واقعا تصادفی از هر نقطه ای از این دست دوست داری انتخاب کنی و به دوربین نشون بدی، خودت هم اونو ببینی. اوکی. خب من اینو میخوام. خب خیلی هم عالی، کارت رو نشون بده به دوربین. اوکی. کل دسته کارت رو بول میزنم، چند بار این کار رو تکرار میکنم که واقعا مطمئن باشی کارت ها داره بول میخوره. درسته. حالا کاری که میکنم کارت ها رو به این شکل میریزم و هر جا که دوست داشتی به من استوب بده که کارت رو همونجا بذاریمش توی دست. اوکی. شروع میکنم. خوبه؟ خب بذار اینجا یه بار دیگه نشون میدم. اوکی. بله این هم هست، این خیلی هم عالی. بول میزنیم و مجددا بول میزنیم. حالا یه ریفل هم بزن که دیگه کامل مطمئن بشه. یه ریفل هم برای دوست خوبمون که شکرات به واقعا شعبت بازا وقتی پای هم میافتن شکرات میشن، اطمینان ندارم. خیلی هم عالی. بیریم برای اصل اجرای امروز. خب این کل دسته کارتیه که مهم. تو این قسمت من به چشای هادی خیره میشم، شاید این بخش رو توی فیلم خیلی خوب متوجه نشید ولی میتونم بفهمم که کارت انتخابیش دوی پیک بود. کارته آره خیلی خوب، کل کارت ها بور خورد دیگه. ریفل هم خورد که کامل ترتیب هم اینم هیچ حرف واقعی نمونه. خیلی عالی. خب بریم برای آموزش این بازی فوق‌العاده. در ادامه آموزش این بازی رو به صورت مرحله به مرحله خدمت شما عزیزان توضیح میدم. برگشتیم به آموزش بازی که دیدین و شاید براتون جالب باشه که این بازی یه تکنیک فوق‌العاده قدیمی کارتریک است که یه تغییرات ریز و جزئی بهش اضافه کردیم و خدمت شما نسخه بروز شده این بازی رو اجرا کردیم. خب میریم برای آموزش بازی. چیزی که نیاز دارید یه دسته کارت کاملا معمولی که من توی این بازی از کارت‌های تالگا استفاده می‌کنم. چیزی که به زیباتر دیده شدن بازی کمک میکنه اینه که شما میتونید کارت ها رو به صورت مکرر در حین اجرا بر بزنید. خب برای شروع چند بار کارت ها رو بر میزنید و این کار رو حتی خود تماشاگر هم میتونه انجام بده. بعد از اون نوبت میرسه به اینکه تماشاگر یه کارتی رو انتخاب کنه. انتخابش کاملا آزادانه هستش، میتونه از هر جایی کارت برداره، مثلا این کارت ببینیم چیه، دوی خشت. بعد از اون کارت ها رو میتونید به صورت تکه تکه یا سری همه رو جمع کنید، چرا که اصلا چیدمان کارت ها برای شما مهم نیست. مجددن هم میتونید کارت ها رو بر بزنید. حالا تکنیک بازی کجا اتفاق میفته؟ ببینید توی فیلم اجرا اگه دقت کرده باشید من کارت ها رو به این شکل میریزم و از طرف تماشاگر میخوام که استوب بده کارت ها رو، مثلا اینجا استوب میده. زمانی که کارت رو استوب میده من با انگشت اشاره به کارت رویی اشاره میکنم و با گوشه یه چشم کارت آخر رو حفظ میکنم، کارت رو پیک میکنم و نیازیست که خیلی خیره باشید. با گوشه چشم کارت رو تعقیب کنید خیلی به روند نرمال بودن اجرا کمک میکنه. خب کارت تماشاگر اینجا قرار میگیره و کارت شاه به اون میچسبه. خب بعد از اون شروع میکنم به بر زدن کارت ها. یه تعداد کمی از رو برمیدارم پایین میذارم و بقیه کارت ها رو میذارم روی اون. همین کار رو از سمت پایینم انجام میدم، یه تعداد بیشتری رو از زیر برمیدارم و میذارم روی کارت ها و در نهایت تکنیک فارو. پیشنهاد میکنم اگر میخواید این تکنیک رو روی بازیتون پیاده کنید تسلط کامل داشته باشید که کارت ها به صورت یک درمیون توی هم قرار بگیره
و در اصل توی تکنیک فارو یک کارت به کارت انتخاب، کارت انتخابی و کارت پیک شده اضافه میشه، یک کارت میاد بینشون قرار میگیره. خب میریم ببینیم این تکنیک چطوره. خب کارت ها رو دو بخش تقریبا مساوی تقسیم میکنیم و میریم برای فارو. خب الان آماده است که کارت تماشاگر رو از بین بقیه کارت ها بکشیم بیرون. در نهایت کارت ها رو روی پدتون اسپرد میکنید و دنبال اون کارتی میگردید که پیک کردین و حفظش کردین، شاه دل. بهتون توضیح دادم چون فارو خورده کارت ها یک کارت بین کارت انتخابی شما و انتخاب تماشاگر اضافه شده که اینجا میتونید ببینید. پس در نتیجه 1-2-3 کارت میشه کارت تماشاگرتون. این هم از آموزش بازی ذهن‌خوانی کارت. امیدوارم لذت برده باشید و خیلی کمک ویژه‌ای میکنید اگر منو توی شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام با همین اسمی که ببینید دنبال کنید و مطمئن باشید بهترین حمایت شما از من همین دنبال کردن رو دنبال کردن. به امید دیدار، خدایا رو نگهدارید.